این برنامه از جانب دیدبان حقوق اساسی افغانستان به همکاری مالی آکسفام نوب برای شما تقدیم می‌گردد. به نام خداوند بی‌نیاز، دوستان عزیز سلام بر شما. خالد رحیمی هستم در برنامه در آستانه روشنایی با شما عزیزان. دوستان عزیز، در این بخش برنامه گزارشی که از برنامه قبلی است با هم یکجا می‌بینیم، باز هم با ما باشین. هغه ستونزې چې ښوونکي، زده کوونکي او ښوونځي ورسره مخ دي، د دې اونۍ خپرونې د بحث موضوع ده. په دې خبرونه کې د بدني روزنې د ریاست فنی مرستیال عبدالله نورستانی، د پوهنې ریاست د لومړی تعلیمي حوزې عامر محمد نعیم صدیقی او د قلعه کاشف د عالی لیسې مدیر الحاج غیاث الدین رحمانی چې د ښوونځیو زده کوونکو ځینو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکول په سټوډیو کې راسره وو. د بحث ټولو ګډونوالو مهمو ټکو ته اشاره وکړه چې دغه موضوعات پکې مطرح شول. د درسي کتابونو، میز او څوکیو نشتوالی، د لابراتوار نشتون، د خطر او ناامنۍ احساس، د ښوونکي ستونزې، روغتیایي مرکز ته اړتیا او د پوهنې وزارت راتلونکي پلانونه. په بحث کې یادونه وشوه هغه ښوونځي چې درسي کتابونه نه لري باید خپل لیستونه اړوندو ادارو ته واستوي او دې ستونزې ته دولت هم پاملرنه کړې ده. د خزینه ښوونکو د ماشومانو لپاره د وړکتونونو جوړول بله مهمه خبره وه چې د بحث یوه برخه ده. در نخست شفاوری مهمانان ما در برنامه کنونی خیر مقدم میگیم. همچنان دانش آموزای عزیز، مهمانان ما هر یک محترم گلاقا نجرابی عامر حوزه نهم تعلیمی، محترم محمد صادق محیبی هماهنگ کننده شبکه بازتوانی مبتنی بر جامعه، و همچنان خانم نسرین سلطانی مدیره صاحب لیسه نسوان سردار کابلی را با خود داریم. بسیار زیاد خوش آمدین میمونن عزیز. خب دوستان عزیز، باید بگویم موضوعی را که امروز روش بحث میکنیم مشکلات اجتماعی، ازدواج‌های اجباری و آزار و اذیت کردن دختران در مسیر مکتب است که واقعا مشکلات جدی است. دوستان عزیز، اولین سوالم مطرح میسازم از خانم سلطانی. خانم سلطانی، دانش آموزان ما مخصوصا دختران واقعا به مشکلات اجتماعی روبرو هستند و همین مشکلات سبب میشه که اینا از درس دور بانند و از جامعه دور شوند و دلگیر شوند از درس، و مخصوصا آزار و اذیت دختران در مسیر مکتب این سبب میشه که از مکتب دور بانند و زمینه تحصیل برشان محدود شود. به خاطر این موضوع و به خاطر این مشکل شما چی راه حل ها دارین و چی پیشنهادات دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اینکه شما مرا در این برنامه بسیار خوبتان دعوت کردین. امی عوامل اصلا در ابتدا ریشه‌یابی میکنیم که عوامل یعنی مشکلات اساسی در اجتماع برای یک دختر چی ها هستند. در قسمت اول، چون خود فامیل یا خانواده یک کتله از اجتماع است، در قسمت اول فامیل ها بعضی مشکلات برای مخصوصا متعلمین یا بگویم دخترها ایجاد میکنه. در جریان روز ما یعنی ما به این عوامل برخوردیم. مثلا در قسمت عیار کردن وسایل مکتب، بعضی اوقات برای متعلمین مخصوصا اوناس بسیار مشکل است که این وسایل فامیلش برش بخره یا برش آماده بسازه، در حالی که بسیاری از وسایل دیگر برای ازنا آماده می سازه. اما اینمی وسایلی که اینا احتیاج به مکتب داره بسیار مشکل برای ازنا آماده می سازه. یک فاکتور. فاکتور دیگه ای که وقت مناسب برای درس از اینا عیار نمی کنن. مثلا دختر باید به خانه کار کنه، مشکلات خانه رو پیش ببره، وقت مناسب بر درس خواندن از اینا نداره. و فاکتور سیومی که واقعا بسیار مهم است دیگه، دریافت یک مومد کننده برای متعلمین است. هر مکتب این به تنهایی خود
شاگرد نمیتونه برسانه. او مومت های داره که با امی مومت ها میتونه شاگرد برسه و در حقیقت اینا دانششان وسیع شود. یکی از عوامل اینمی عقبمانی دخترها خود کتله فامیل است یا که جزء اجتماع است. و مشکل دیگه ساختار خود اجتماع است یا جامعه است. مثلا در او جامعه چی کسای زندگی میکنه؟ متعلم در را با مشکلات مواجه میشه، چقدر همکار داره اینا، چقدر با اینا همکاری میکنن در مسیر راه. و حتی اگر من براتون بگویم مسائل ترانسپورتی، بعضی اوقات امی در حقیقت سیستم ترانسپورتی ایجاد مشکل میکنه به شاگرده، یعنی او را نمیمونه داخل موتر شود تا او بره به مسیر اصلی خود یا در موجایی که مکتب است برسه. و فاکتور دیگی که واقعا ایجاد میکنه یا مشکل ایجاد میکنه در رای صدرهای مخصوصا دخترها، اذیت و آزار پسراسته و که واقعا بعضی اوقات حتی سبب میشه که دختر با اینمی مشکلی که ایجاد شده مکتب ترک بگویه، دلگیر شوه، بیعلاقه شوه. اینی مسائل اجتماعی دامنگیر دختراسته که ما روزانه با او برمیخوریم. اما خوشبختانه ما در قبال اینمی مشکلاتی که بر ما ایجاد میشه، ما 15 در هر ماه ما یک مرتبه با والدین شاگردان نشست داریم و والدین شاگردان را ازش خواهش میکنیم که در قبال مثلا وسایلی که برای دخترها آماده میشه و همچنان در قبال از این که چه قسم با اینا کمک بکنه، یک وقت مناسب بر از اینا ایجاد بکنه که غیر از مسائل خانه، غیر از کارخانه، کارخانه رو بکنه دختر. اما با وجود که کارخانه رو میکنن اینا، یک وقت معین بر درس خواندن بر از اینا بده و همچنان همین قسم دیگه یک مرجی یا وقتی که اینا میخوای یک کورس بره بر از اینا اجازه بتن. مثلا معلم کارخانگی بر از اینا میته که برو از فلانی کتابخانه پیدا کن، اما بعض فامیلا این میره اجازه نمیته بر دختر خود که ای برو همو مثلا هدف را که معلم از اینا خواسته از کتابخانه بگیره. و ما از اینا خواهش میکنیم که در این مسائل با دخترها جدا کمک بکنه و حتی ما تعهد از اینا را میگیریم، تعهد والدین میگیریم. و همچنین در قبال مسائل ترانسپورتی که معرف یک سهولت بسیار خوب را برای شاگردایی که مسیرشون دور است، برای زینا یک پروگرام خوب را ایجاد کرده. اینا میتونه که به نزدیکترین مکتبی که بود باش دارن اونجا خود تبدیل بکنه و مسائل ترانسپورتی زینا حل شوه. و همچنان خانم نسرین، شما برالایی که نشست برخواست دارین با اولیای شاگردان به خاطر رفع مشکلات، شما چی دیگه کدام راه حل ها را میبینید؟ مثلا ما بسیار تبلیغ از نگاه ملای مسجد منطقه خود میکنیم که در حقیقت بعد از نماز جمعه یا بعد از هر نماز بر از اینا میگیم که از نگاه یکی که واقعا تعلیم و تربیه برای مرد و زن یکسان فرض است، ما کوشش میکنیم که با ملای مسجد که به شورای مشورتی ما میایه هر 15 اونا حاضر هستند، از اینا کمک میگیریم و همچنان از نماینده مردم کمک میگیریم ما در قبال آگاهی مردم در اون منطقه. و چیز دیگه که ما واقعا موفق شدیم جلب اعتماد مردم است. ما بسیار کوشش میکنیم با دختر صادقانه کار بکنیم و مو والدین از اینا با ما واقعا اعتماد داره. در قبال همین مسئله باعث شده که ما زیادتر در بین دخترها کار بتونیم. بسیار خوب دوستان عزیز، در این بخش برنامه وقت میگذاریم برای دانش آموزو عزیز ما، میتونیم که سوالاتشان از کارشناسای محترم بپرسن. با عرض سلام و ادب خدمت مهمانان گرامی، الهی هستم یک تن از متعلمین لیسه عالی ملالای. سوال ما مربوط محترم آقای نجابی عامر حوزه نهم تعلیمی میشه.
و آقای محترم، سوال ما قسمی است که در برخی موارد دیده میشه که والدین مخالف رفتن اطفالشان به مکاتب نیستند، ولی بعضی از کارهای مانند تیزاب پاشی ها و تسمماتی که بالاشان رخ میده والدین هم دل زده میشن و مانع اونها میشن. نظر شما در رابطه چی است و چی گونه کارهایی میتونه که ذهن بالای ذهنیتشان مثبت تاثیر کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم به نوبه خود سلام و ادب را خدمت شنوندگان و بینندگان تلویزیون سبا تقدیم میکنم و پاسخ سوال ارجمندی ما که واقعا یک سوال اساسی اجتماعی است را یادآور شویم که ما باید معرف خود را تنها نگذاریم، یعنی تنها نبوده معرف ما. معرف ما امروز با مردم ماست و اکثرا نزاکت هایی را که خواهر ما صحبت کردن همه پالیسی های وزارت معرف هستند که دخترای ما را، اطفال ما را اگر نیادهای امنیتی ما تنها بگذارن، شرایط مسئول برای تدریس مساعد نشه، یقینا ما فضای مناسب تدریس در این عرصه پیدا کردن نمیتونیم. به خاطر بهبود امنی اموراتی که صدرای این ما مشکلات دخترای ما را، مشکلات اطفال ما را از سر رای ما دور بسازن، ما همیشه ارتباطات داریم با شوراهای والدین، مشاوران، متنفذین و نهادهای امنیتی. کاملا وقتی که ما این موضوعات را درک میکنیم، مسئولین امنیتی را و مشاورا و کسایی که در چوکات معارف با ما صاحب نظر هستند در جریان میگذاریم و آگاهی میتیم که اطفال ما اطفالی هستند که فقط برای فضای تعلیم و تربیه اینا خود هم مساعد میدانند که واقعا این تعلیم و تربیه بالای زن و مرد یکسان فرض است و هر انسان ما زمانی به مقام انسانیت خود میرسه که دارای زیور علم و دانش باشد و این را آگاهی میتیم از طریق مساجد، از طریق مترفزین، از طریق ملا امامان و بالاخره در بعض موارد نهادهای امنیتی را در جریان قرار میتیم تا خدای نخواسته فضای مسئول تعلیمی تربیتی ما مختل نشه و یک فضای بهتری آموزشی برای اطفال ما و برای فضای تعلیم تربیت ما مساعد شد. بسیار خوب. آقای نجربی، در رابطه به سوال خواهر ما، شما موضوع مردم پیشکش کردین، توقع شما از مردم چی است؟ یقینا عزیز خواهر ما، ما معرف خدمتگزار مردم، معرف از مردم و مردم از معرف. یقینا در گذشته های دور اگر ما آمار و احصایه های دقیق را در کشور خود محاسبه می کردیم، به یقین می گفتیم که هر کس یک طفل به طرف معرف روان می کرد در توقعات حاصله، اما طوری که یک خوادن نوشتن توقع داشت او برش می رسید. مگر امروز چون جامعه ما باید با تمام جهان از نظر مسائل علمی و تعلیمی باید هماهنگ باشه و خود آراسته بسازه، هیچ امکان نداره که والدین و مکتب اگر از هم دور باشه ما یک فضای مناسب تعلیمی را بتانیم تنظیم کنیم. بنابراین ما میگیم که والدین و معلم و اداره مکتب ما هماهنگ در تعلیم و تربیت اولاد ما سهم اساسی را داشته باشند. پالیسی های ما و پالیسی های وزارت معارف در این رابطه عمیق است تا مردم خود را در تمام امورات کاری که داریم 15 در 15 ماوار دعوت کنیم و مشکلاتی که موانع ایجاد میکنه او را اثر را دور کنیم. یعنی ما با مردم و معارف با ما خود. سلامت باشین. تشکر. سوال بعدی را از آقای محبی میپرسم. آقای محبی، ازدواج های اجباری که در مغایرت با اصول دینی و قوانین افغانستان است که مخصوصا دختران ما بایی سر دچار هستند، به نظر شما چقدر امی موضوع تاثیرگذار است برای دختران، مخصوصا این مشکلات در ولایت افغانستان و روستاها بیشتر دیده میشه؟ نظر تان در این مورد میخواستی؟ اولا که ازدواج اجباری خودش یک امر نامردود هست، رد شده هست در دین ما و جبر هست. بنابراین دین اسلام به صراحت سر حق ازدواج که او هر انسان حق تشکیل خانواده، حق برخوردار شدن از زندگی اجتماعی، داشتن فرزند، محیط خانواده، کانون خانواده، این یک حق طبیعی انسانی و بشری انسان ها هست که باید او داشته باشه و هیچ گونه جبری نه تنها در دین ما برو نیست که در معیارهای حقوق بشری هم برزو نیست. و ما و خود اجبار در این در واقع یک نوع گناه هست که ما چیز تحمیل میکنم سر کسی و از او حق انتخاب میگیریم که خودش گناه نابخشوده نیست. و میگم که زمانی که اگر همچو ازدواج صورت میگیره، چون وقتی که اجباری هست طبعا در اینجا در سن خود هم صورت میگیره،
در سن کلان هم صورت میگره، بدون هماهنگی و همنوایی یا بدون همنوایی های روحی دو طرف صورت میگره، بنابراین این پیامدهای بسیار خطرناک را میتونه که در آینده این زوج داشته باشه. اولی که اینا با هم ناسازگار میان، به خاطر که حق ازدواج از اینا گرفته شده، حق انتخاب گرفته شده، و دوم اگر طفلی از اینا به وجود میاد، یکی از عواملی که میتونه معلولیت از وجود بیاره میتونه مشکلات روانی روحی بر زوج باشه، و بخصوص در جریان حمل و در جریانی که خانم باردار هست، به خاطر فشار روانی که بر از اعمال میشه تحمیل میشه، بنان این تاثیر بسیار خطرناک خوده بر او طفل می داشته باشه که به نحوی از آنها میتونه او طفلشه با یک از معلولیت ها دچار کنه. بنان اولی که این امر یک امر ناپسند بود، چون حق انتخاب گرفته شده بود، و بعد این هم میتونه که بخصوص اگر در سنین خرد باشه، ما ازدواج هایی که زیر سن 18 صورت میگیره از لحاظ طبی و از لحاظ رشته معلولیت ما علم به این نتیجه رسیده که اینا هم میتونن ازدواج های زیر سن خودش باعث معلولیت شوند، چون در اینجا خب در افغانستان هست بعضی از برنامه‌ریزی ها یا پلان های فامیلی هم در اینجا تطبیق نمیشه، بنان این بسیار خطرناک است و همه تعداد معلولیت در جامعه زیاد میکنه، و هر معلولی که ما در جامعه داشته باشیم به همون اندازه ما باید بر از او تدابیر صحی داشته باشیم، تدابیر آموزشی داشته باشیم، تدابیر توانبخشی و کاریابی و کاری و اینا داشته باشیم که تا ایره در جامعه شامل کنم، بنان یک بار بسیار سنگینی بر جامعه وارد میشه که از یک طرف حقش گرفته شد و از یک طرف این پیامدها را میتونه این ازدواج های اجباری داشته باشه. بسیار خوب، سپاس از شما. خانم نسرین، نظر شما را در این مورد میخواییم. بسیار زیاد تشکر. در جریان هستیم که یک دختر خردسال، یک بچه خردسال، چون زیر سنین که معیار ازدواج از قرار داره، اینا اصلا انتخاب درست نمیتونه، و اگر این جبر هم داده میشه، مثل که برادر ما گفت، واقعا کلمه جبر گناه است و اینا مجبور میشن که با هم ازدواج بکنن. در قبال از این ازدواج ها بر شما هم معلوم است، بر ما هم، که واقعا حوادث بسیار ناگواری نفته است، هم از نگاه روابط اجتماعی که این دو نفر وقتی که سنش زیاد میشه، چون جبران اینا با هم تشکیل خانواده کردن، اینا با هم ناسازگار میشه. در حقیقت اولاد از اینا که ثمره امی جبر والدین است، اینا بی سرنوشت باقی میمونن. یک مسئله دیگه ای که مثلا این دختر خرد میباشه، تعامل بارداری نمی داشته باشه، یا که خودش از بین میره، و یا اگر اولاد را به اجتماع بار میاره، او معلول به وجود خواهد آمد، و این طفل معلول شاید طفل معلول دیگه بار بیاره، و شما میبینین که ایستا ایستا در حقیقت حتی انکشاف ذهنی اولادی که این دختر به سن اصلی ازدواج نرسیده، حتی انکشاف ذهنی اطفال از این ناقص است. در حقیقت آهسته آهسته تعداد اجتماع خراب میشه، و همه قسم تعداد معلولین در اجتماع اضافه میشه، و ما شاهد از این هستیم که اجتماع خراب میشه. به می اساس وظیفه رسانه هاست، وظیفه معلمین است، وظیفه محترم امی ملای مسجد است که اینا تبلیغ بکنه. بسیار سپاس از شما خانم نسیم. خب دوستان عزیز، باز هم وقت نمیگذاریم برای دانش آموزای عزیز، ما میتونین سوالاتتون رو مطرح بسازید. اسم من صبرینا کامران، یکی از متعلمین لیسه نادی شهید، و ما سوال ما مربوط آقای نجرابی میشه، و سوال ما قسم است که در برخی موارد سندهای ناپسندیده که میان مردم هستند، بخصوص در قریه ها، امی مردم مانع مکتبشان دخترهاشان به مکتب می شود، یعنی میگه دختر خود به مکتب نمیمانه، و مشکلشانی هستن، میگه اگه دختر خود به مکتب بانیم، فردا در مقابل پدر مادر خود استاد خواهد شد، یعنی نافرمان خواهد شد، و از آن یعنی از مادر و پدر خود پیروی نمی کنه. پس نظر شما در این باره چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با جواب سوال فرزند عزیز خودتو احترام من عرض کنم که یکی آگاهی است، یکی عدم آگاهی. اگر واقعا ما جامعه سنتی افغانستان را داریم، و خوشبختانه تمام افغانستان و دنیا تحت پوشش بزرگترین قانون خداوندی که قرآن است،
اونا تنظیم امور دارند. بنام صراحتا و وضاحتا کرامت انسانی یا بزرگداشت کرامت انسانی در علم است. بنابراین در پالیسی های امروز وزارت جلیله معارف و دایرکتیفی که برای تمام زمینه مساعد اطفال ما به مکتب باشه آگاهی است که ما شوراهای حمایت از معارف را در کشور خود چه در مرکز خود و چه در ولایت افغانستان داریم که این آگاهی را برای مردم خود بتن که واقعا انسان زمان به مقام انسانی میرسه که زیور علم با خود داشته باشه و به خصوص از نظر مسائل فقه علمی زمانی که یک مادر خانواده با دانش باشه اولاد خانواده خوب را به جامعه تقدیم میکنه. پس آگاهیش از طریق شورای والدین و علما و مساجدی که کاملا علمای ما مسئولیت اساسی را با مترفزین و آگاهان و معارف دوستان در کشور ما دارن، ما ای را همیشه از طریق مساجد، از طریق ملا اماما، از طریق تشریق مسایی بزرگا و محسن سفیدا و کسایی که صاحب نفوذ هستند و معارف دوست هستند برای تمام جاهایی که همچه حوادث رخ میده این تنظیم میکنیم تا مانع برای اطفال ما که طفل آینده امروز ما و آینده سازای کشور ما هستند اصلا را برده. سپاس از شما. سپاس از شما خواهران عزیز. برمیگردیم به سوالات ما. خانم نسرین، باز هم در مورد ازدواج های اجباری، بسیاری از خانواده های ما هستند که متاسفانه دخترانشان مجبور به ازدواج میکنن، او هم در زمانی که سنشان قانونی نیست یا سن قانونی خود را تکمیل نکردن. به نظر شما چطور میتونیم که در این مورد به خاطر از بین بردن این مشکل خانواده های ما را آگاه بسازیم؟ بسیار خوب. واقعا با امی مسائل که با وجود میایه، هر مسائل خلاف قانون که با وجود میایه، عدم آگاهی مردم است، مخصوصا عدم آگاهی والدین محترم از قانون و مسائل علمی که در انگام ازدواج یا برای در حقیقت با وجود آمدن جنین که یک زمان معین را داره، تمام از اینا عدم آگاهی والدین است. و وقتی که ما والدین آگاه بسازیم، مثلا والدین آگاه شوه، چگونه آگاه بسازیم والدین؟ بله، در حقیقت ما میتونیم که با در نظر داشته تبلیغ توسط مخصوصا ملاهای مسجد، این بسیار اثرگذار است که ما تبلیغ بکنیم که ازدواج های اجباری چی گونه مشکلات را بار میاره. یک مسئله دیگه که ما میتونیم از نگاه رسانه ها، این رسانه ها بسیار رول اساسی و عمده در اقبال داره که ما شاهد هم هستیم. ما بعضی از اعلانات شما را از رسانه ها را میبینیم، این واقعا تأثیر گذار است سر ای که فامیلا تغییر بکنه و از چند نگاه اینا میتونه ای را آگاهی بده. از نگاه ازی که مغایر دین مقدس اسلام است، این خلاف با قانون اساسی افغانستان است و در قدم دیگه ای که اولادی که به وجود میایه ناقص به وجود میایه، این از چند نگاه وقتی که تبلیغ میشه بر والدین، حتما والدینم احساس میکنه که بینمی مسائلی را که ما انجام میتیم خلاف قانون است. یک مسئله دیگه که خیلی واقعا در حقیقت وارد است برای حل از این مشکل، تبلیغ یا میگم که 5 دقیقه پیش از شروع درس معلم باید، وظیفه معلم است که بر دخترها اینطور آگاهی بده که ازدواج خلاف قانون است، خود دختر آگاه بسازه، اما این قسم آگاه نسازه که او بروی پدر مادر است تا چوه. و یگانه مسئله که دختر از مکتب میمانه
این همیست که بعضی از ناگفتی هایی از دختر سر میزنه که والدین ایتو ایجاد میکنه که بله ایتو والدین ایتو پیش خود متعقل میشه که ایر مکتب ای گپا را بر از اینا میگه اما نه برای شاگردان متعقل بسازه که تمام والدین ایره که مثلا بعضی از اینا توقعات داره اینا توقعات والدین خود پوره بکنه با مو در حقیقت فهمی که دارن. بسیار خوب، تشکر، سپاس از شما، تشکر. باز هم خواهران عزیز ما میتونین سوالاتتان هم مطرح بسازید. سوال ما از خانم نسرینی است که مورد دیگر که میتوان از آن یاد کرد این که میگویند دخترها نباید در مکتب برن و در خانه بشینن و مکتب به خاطر دختران نیست، مخصوصا در ولایت ها. از نظر شما رای رسیدگی به این معزل و رای بیرون رفت چی میباشد؟ بخصوص بعضی از فامیلای هستند که مثلا خویشاوندانشان تحصیل کرده میباشند اما در خانه های کسای دیگه که میرن که دخترای از اونها مکتب میرن باز هم مانع رفتن مکتب دخترای از اونها میشن. میگه که مکتب به خاطر دخترها نیست، باید دخترها در خانه بشینن و خصوصا شرایط فعلی افغانستان زیادتر مورد بحث قرار میتر. نظر شما در این مورد چیست؟ تشکر از سوال شما. ما خود در این مورد یک جواب بسیار کوتاه دارم که اگر مردم آگاه شوند، اگر واقعا مردم به تعلیم و تربیه اعتماد بکنند و مثلا ایر آگاهی بتیم که در قبال که همسر از اینا مریض میشه مثلا یا مادر یا فامیل مریض میشه و این توقع داره که اینمی مادر باید من پیش یک دکتر زن ببرم در حالی که خود از او اجازه نمیده دخترش تحصیل بکنه و دخترش هم میتونه یک دکتر شوه. یا به طور مثال میگه یک دکتر زن، یک معلم زن به دخترها را تدریس بکنه و اینمی آگاهی بر از اینا داده شوه که وقتی که تو دخترت نمیمانی که تحصیل بکنه پس این دکتر از کجا شوه، پس این معلم از کجا شوه که بیای دخترها را درس بده و یا همی همسرت که حال خودت احتیاج هستی که باید یک زن بیایی را تداوی بکنه وقتی که اجازه نتی ای چطور دکتر زن به وجود بیایه. تو فکر میکنم که مسئله حل خواهد شد و یک چیزی بسیار عمده که من خودم بعضی اوقات فکر میکنم هیچ امکان نداره که یک تعداد از مناطق روشن فکر نداشته باشه، تحصیل کردن نداشته باشه، در قبال بعضی از علوم اینا لیسانس یا دکترا نداشته باشه. اما متاسفانه اون منطقه خود ایلا میکنه همش در مرکز افغانستان که کابل است اینجا بودو باش میکنن به خاطر از اینکه زندگی آرام در اینجا است. اگر ما تحصیل کرده ها یک مقدار مشکلات به خود بگیریم و امیر وظیفه خود بدانیم، دین خود بدانیم که در داخل روستاها بریم و کار بکنیم، واقعا آگاه بسازیم والدینه که دیگه مانع نشه که دخترش مکتب بره. 100% به نظر من این یک تاثیر بسیار مثبت داره بجا خود مون. استاد محترم پیشتر گفتین میتونیم که از طریق بعض ملای صاحبایی که در مسجد هستن حتی که خود از اونا آگاه هستن و از طریق ازمی مثلا حدیث و قرآن شریف برعکس تبلیغ میکنن، خود از اینا مانع دخترها میشن که باید مکتب نرن و بعضی از کسایی هستن که خودشان تحصیل کرده هستن اما میگن وقتی که از نگاه قرآن ببینیم میگه وقتی که شما تحصیل کنین در یک شعبه با یک مرد بیگانه بشینین و کار کنین این گناه داره. منظور ما پیشتر شاید درک کرده باشین که عدم آگاهی است، اینا عدم آگاهی است و اگر اینا ببینه که یک زن میره با بسیار پاکی و صداقت تداوی میکنه طفلشانه خانمشانه دیگه ابدا مانع دختر خود نمیشن و باید وظیفه ما و شماست مثلا همی دخترایی که امیال ما اینا را تربیه میکنیم تنها وظیفه ما نیست که در یک جای بسیار مطمئن آرام در یک جایی که شرایط زندگی بسیار معیا باشه برای ما اونجا کار بکنیم. ما ترجیح بدیم که یک جایی کار بکنیم که واقعا احتیاج داره. بله، بخاطر از بین بردن مشکلات. از بین بردن مشکلات. بله. ما میتونیم که واقعا از آن مردم روشن بسازیم و اونا را
برابطه به سوال خواهر ما، بسیاری از خانواده ما هستن این موضوع در خانواده ما همیشه روش بحث شده که میگن وقت دختر بزرگ میشه باید عروسی کنه و به خانه شوهرش بره. نظر شما در این مورد چی است؟ به نظر ما در اجتماع ما بازم بگویم که بنابر اینمی سطح آگاهی کم، عدم آگاهی خانواده ها، صرف دختر باید نان و کالا به یک کس باشه که برای دختر نان بده و کالا بده، اما شرایط اجتماعی دختره هیچ کس اتو تحلیل نمی کنه. مثلا بعض اوقات اگر شما ببینین روی یک دختر از صنف اول تا به صنف دوازده اگر شما دقیقا تحلیل بکنین دولت خیلی مصرف میکنه، بسیار مصرف میشه روی یک تا که یک دختر از صنف دوازده فارغ میشه و اینمی مصرفی که روی دولت روی شاگرد میکنه از 100% از شاگرد توقع هم داره و دینش هم است که باید دیره ادا بکنه. سپاس از شما، تشکر. خب دوستان عزیز، در این بخش برنامه موضوعی را که روش بحث میکنیم مغشوش کردن ذهن والدین توسط افواهات و عدم دسترسی دختر و پسر معلول به درس که واقعا یک موضوع بسیار جدی است و حسب ما دنبال کنیم. خب آقای محبی، در نخست میخوایم یک تعریف مشخص از معلول و معیوب داشته باشیم برای اینکه خانواده های ما آگاه شوند. تشکر از شما که به سوال بسیار اساسی پرداختین که ذهن جامعه را بر خود گرفته که کدامش باید استفاده کنه. اولی که اشخاص دارای معلولیت همانند کسای دیگه که معلولیت ندارن انسان هستند، فقط یک تفاوت یا تنوع در توانمندی های از اینا دیده میشه که در واقع همه انسان ها به نحوی متفاوت هستیم، هیچ کسی همسان نیست، یک رنگ نیست. بنابراین ما تنوع یک اصل پذیرفته شده در دین و در جهان هست. فعلا معلولیت نظر به تعریفی که ما فعلا در او استناد میکنیم برای اشخاص گفته میشه که سه خصوصیت داره: دارای عارضه های یا آسیب دیدگی های دراز مدت، این طولانی است. یک کسی اگر یک پایش مشکنه او پس پس یک ماه دو ماه جور میشه، او ممکن در اون زمان با مشکلات مواجه هست اما او معلول گفته نمیشه. بنابراین یک عنصر اینجا دراز مدت هست. بعد نوعی از آسیب دیدگی ها هست که دارای عارضه های فیزیکی باشه، یعنی جسمانی، ذهنی باشه، روانی باشه، حسی باشه که همون شامل حواس پنجگانه است، به خصوص بخش بینایی و شنوایی هست و که اینها بود بسیار مهم دیگه در اینجا عنصر اجتماع هست که اینمی شخصی که دارای آسیب دیدگی های دراز مدت با چنین چیزهایی هست که نتانه به صورت برابر در جامعه زندگی کنه. وقتی که به صورت برابر نتانه در جامعه زندگی کنه و حضور مؤثر داشته باشه، بنابراین ما به چنین شخص دارای معلولیت گفته میتونیم که این شخص معلول است که یک تعریف جهانی هست. خب ما در سطح ملی هم تعریف های داریم که شبیه به همین هست، زیاد متفاوت نیست. اما میگیم که چرا ما معلول معیوب میگیم؟ اینا رو ما گفتن معلول هست، ولی معیوب خب شما میفهمیم که اول خود معیوب از کلمه عیب گرفته شده. بنان کسایی که عیب دارن، عیب در جامعه معلوم است که چی است. معیب اجتماعی بسیار واضح است که ما به چنین کسایی را مثلا رفتار ناپسند دارم، مردم آزار است، اذیت کننده هست، جامعه برای زنا عیبای اجتماعی داده. اینانه هیچ وقت ما معلولین معیبین گفته نمیتونیم از این دیدگاه، چون اینا دارای عیب نیستن بلکه دارای تفاوت یا تنوعی در توانمندی های خود هست. با او اساس دیگه اگر ما خب یک وقت ممکنه یک معلول معیوب هم باشه، یک عیب اجتماعی داشته باشه، او یک بحث قضیه است. اما اگر ما به صورت کل بیاییم که معلولین و معیوبین و مترادف هم و مساوی به هم بدانیم، یک گپ نادرست است. به دلایل چی؟ اول اینکه ما بود کرامتی الفاظ خود هم متوجه باشیم. انسان ها نظر به آیه قرآن ولقد کرمنا بنی آدم، انسان ها دارای کرامت هست. یک از کرامت، کرامتی است که هویتش است که ما با هویت و صدا نزنیم که باعث تخینه مخدوش شدن یا رنجش شود که از این کلمات ما باید استفاده کنیم. و دیگه ما آیه بسیار واضح و صریح در سوره حجرات داریم که مسلمان ها را و انسان ها را خداوند نهی کرده که ولا تنابزو بالالقاب، انسان ها را به القاب یاد نکنید. عیب خودش یک لقب هست و بنابراین ما نمیتونیم که معلین به این تک سزا یاد کنیم
یا مثلا ضعیف بگیم، عاجز بگیم، ناتوان بگیم و متاسفانه کلمات دیگه هم که ما بسیار به سختی میتونم برای سن باید به خاطر آگاهی است بگم. مثلا ما برای نابینایان و روشندلان عوضی که چرا نابینا یا روشندل نگیم، برش مثلا جامعه برش کور میگن که توهین آمیز است. اینا روشندل هست، اینا دلبینا هست، دلزمیر هست، روشنزمیر هست. یا مثلا برای ناشنوایان که متاسفانه برش القاب کر و نا استفاده میکنن، در حقیقت اینا نظر با عمو مفهوم دیگه که اینا پاک نیوش است، از کلماتی که باعث گناه میشه، اذیت و آزار میشه و معصیت میشه، اینا از اینا پاک است. ما چرا ما این کلمه برش استفاده نکنیم که هم دین ما برش تاکید کرده و هم اصل کرامتی حقوق بشری هست؟ بنام به اساس اینمی چیزهایی که کرامت داره و اینا نباید از کلمات و رفتار ما کلمات رو ما برش استفاده کنیم که توهین آمیز باشه، تحقیر کننده باشه، زننده باشه و منزوی کننده باشه. بنان این تفاوت بود که بین معلول و معیوب هم از لحاظ دین هم از لحاظ حقوق بشر ما برش داریم که ما نباید برش استفاده کنیم. ما در یک حدیث هم داریم که یعنی کسی که نباید کسی از زبان کسی اذیت شود، حتی بسیار سنگین تر هست در اونجا. خب امی که ما کسی رو معیب میگیم در اینجا شاید ما متوجه زیگم نشده باشم، ولی او طرف که وقتی میشنم که دارای معلولیت است، ما چی عیب دارم؟ شما ببینید که ما معلولین موفق در طول تاریخ داشتیم از سلسله انبیا. شما ببینید حضرت موسی علیه السلام دارای لکنت زبان بود، معلولیت گفتاری داشت، اما پیامبر الهی بود. شما ببینید که عبدالله ابن مکتوم که سوره عبس که یک نام سوره عبس سوره نابینایان هست، شما سوره 80 قرآن رو ببینید، داستان رفتار یک نابینا با پیامبر بزرگ اسلام هست. در اینجا ببینید که اسلام در اینجا چقدر تاکید کرده، چقدر جایگاه داده. بنان ما هیچ وقت باعث از این نشیم که به خصوص بر بخش معارف و مکتب که در اینجا قانون آموزش هست، قانون تربیت سازی هست و سازندگی هست، به خصوص در اینجا هم از این کلمات خوشبختانه که در نصاب جدید معارف ما فعلا کلمه معیوب شما نمیبینید. در اونجا اشخاص دارای معلولیت، اشخاص دارای معلولیت هم به دلیل اینکه یک تفسیر دیگه هم داریم، قطعا معلول تنها هم ما نمیگیم. اشخاص دارای معلولیت اولی که فقط اینی می آدمی که دارای همی تفاوت هست، یک شخص است، یک انسان هست، بود انسانی قضیه همسان و برابر با ما مطرح شوه و بعد این آدم باز دارای معلولیت است که همی تفاوتی که داره بر اساس یک آرزه یا آسیب یا صدمه و یک علت به وجود آمده. حالا علت میتونه مادرزادی باشه، طبیعی باشه، با علت جنگ باشه. برای ما متفاوت نیست که ما تفکیک کنیم که معلولین جنگی رو معلول بگیم و معلولیت های دیگه که مادرزادی است رو معیب بگیم. نه، این گپ اساس علمی نداره، اساس دینی نداره. بنابراین صرف برداشت و تلقی جامعه بوده که همچین چیز رو خود جامعه اختراع کرده. ولی حالا ما از این تریبون شما و از طریق رسانه ها برای جامعه اینو میخوایم بگیم که وقتی معیوب بگیم در واقع توهین آمیز است و ما یک دستور دینی خود نقض کردیم. بنابراین ما برای شخص دارای معلولیت، اشخاص دارای معلولیت، زن دارای معلولیت، کودک دارای معلولیت بگیم بهتر خواهد. بسیار خوب، سپاس از شما. خب وقت میگذاریم دوستان عزیز، برای دانش آموزان عزیز میتونین سوالاتتان را مطرح بسازید. با عرض سلام به تمام مهمانان عزیز، شایسته لطفی هستم، یک تن از معلمین صنف 11 لیسه عالی را بلخی و سوال ما مربوط به آقای محیبی میشه. آقای محیبی، شما که مسئولیت دارید و یک فعال مدنی هستید و برای معلولین فعالیت میکنید، در قسمت مشکلات آنها در عرصه آموزش و پرورش تا به حال کدام کارها را انجام دادید؟ تشکر. تشکر از سوال خوب شما. البته پرداختن به این موضوع شاید از بحث خارج باشه، بسیار کارها شده در رابطه با معلولیت که نه تنها نهاد ما بلکه در مجموع تمام نهادهایی که در راستای معلولیت کار میکنن، چه دولت، چه مؤسسات ملی و داخلی و خارجی، همه ما در این راستا هماهنگ و هم نوا برنامه های مختلف را تا اکنون در رابطه با بخش آموزش و تعلیم و تربیه کودکان دارای معلولیت انجام دادیم که میتونم به صورت مختصر به بعض از این اشاره کنم. بسیار کوتاه. ما فعلا هماهنگی های منظم در این رابطه داریم که بین وزارت معارف که وزارت سکتوری هست و نهادهای همکار در این راستا. برنامه های دیگه ما قابل دسترس ساختن و مناسب ساختن مراکز آموزشی و معارفی است که مکاتب ما از لحاظ دسترسی فیزیکی باید قابل دسترس بسازیم، مثلا رمپ یا آموزینی مایل که هست و مناسب سازی دروازه ها و کتاره هایی که هست، اینا را مؤسسات ما انجام میده. بحث دیگه آگاهی دهی هست که ما
همونطور که دوستان هم مطرح کردن، آگاهی دهی یک عنصر مهمی برای تغییر اذهان جامعه هست، بخصوص اذهان منفی و ناتوان نگر. بنابراین ما برای از برنامه های مختلف را داریم، هرچند که ما برای اینجا داوری کنیم که با همون قرار که ما برنامه های داشتیم ولی هنوز هم کافی نیست، نیازها مصمم هست که بیشتر از این به حد توان خود بر همه جای به قالب ها و شکل های مختلف، نه تنها ما بر والدین بلکه بر خود کودکای دارای معلولیت، کودکانی که معلولیت ندارن، اینا از تعامل یک دیگه بفهمن که در یک صنف ما چه قسم ما با هم رابطه داشته باشیم، چه قسم برخورد کنیم با هم، چه قسم با حقوق یک دیگه احترام کنیم، چه مکلفت ها و مسئولیت های رو ما یک نسبت به دیگه داریم، این چیز هاییست که ما انجام بدیم. و در بخش قانون هم ما معلولیت با همو همکاری نیاتهای خود، البته بخش معارفش در برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلولیت شامل هست، در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت شامل هست و خوشبختانه وزارت معارف در قانون معارف را شامل کرده، در استراتژی 5 ساله وزارت معارف گپ شامل است و در همی اواخر هم که یک شعبه یا دپارتمنت مشخص را وزارت معارف البته با همکاری تکنیکی نهادهایی که ما در بخش کار میکنیم تحت نام تعلیمات فراگیر ایجاد کرده که هم گامی بسیار مهم است که دولت نهادها همگی هماهنگ با هم در این راستا کار میکنند. و بحث دیگه هم که یک مقدار اگر روش باشه در رابطه با زبان اشاره و خط بریل، در این قسمت هم که او زبان اشاره برای ناشنوایان ما هست، برای فرهنگ مؤسسات نهادهای ما ایجاد کرده که در حدود 4000 لغت شناسایی کرده با زبان اشاره، اشاره دری و پشتو، و همچنین را کار میکنن که ما میخوایم به صورت تصویری دیجیتال در بیاره که بتونن در کامپیوتر در جاهای دیگه هم را آموزش ببینن و یاد بگیرن، و همچنین هم در خط بریل که ویژه روشندلان یا نابینایان ما هست، در این بخش ها هم کارهای بسیار صورت گرفته، ولی خب کارهای دیگه هم هست که نبشه بله. سپاس از شما آقای نجربی. دانش آموزان ما که دارای معلولیت هستند نسبت به نبود امکانات و عدم توجه به اونا از درس به دور میمانند، به نظر شما چگونه میتونیم این مشکل از بین ببریم؟ با جواب سوال شما احترام من هست شد که همونطوره که برادر ما موضوع را تحلیل کردن و صحبت کردن، وزارت معارف هم در استراتژی های ملی خود زمینه تحصیل برای تمام من افراد جامعه و خصوص برای کسایی که دارای معلولیت هستند همونطور مساعد ساخته، و ما نظر به مو شرایطی که وجود داره تشخیص میکنیم که شاگردای ما همی افرادی که معلول است یا مشکل داره، راه های برآمد یک شاگرد عادی را با یک شاگرد معیوب زمینه را مساعد ساختیم که حداقل زمینه مساعد شد که در نقطه بر از این جای تحصیل زمینش مساعد شد که مشکلات نداشته باشه، چون آثار از این معاملات در مکاتب دولتی خود چنانچه که برای شاگردای خود زمینه تحصیل مساعد ساختیم، برای شاگردایی که دارای معلولیت هستند ما زمینه را مساعد ساختیم تا به نزدیکترین جایی که وجود داره در یک نصاب تعلیمی واحد اونا تحت تعلیم قرار بگیرن. نمونه‌های مثالش همینال در الفتح داریم، در فردوسی داریم، در تمام مکاتبی که در محیط ماحول تحت پوشش ماست، ما در استراتژی خود آنچه را که برای شاگردای اساسی خود داریم برای شاگردای کسایی که دارای معلولیت است همین زمینه را مساعد ساختیم، و انشاءالله اگر والدین ما گویا آگاهی از این را دارن که شاگرد طفل ما باید تحصیل بکنن، وزارت معارف در اینجا آماده است که تمام زمینه ها را مساعد بسازه، و همچه شوراهایی که ما با مردم داریم آگاهی میتیم که چون انسان در زیور علم میشه که انسان آگاه جامعه باشه، و او طفل ما که دارای معلولیت است او هم یکی از انسانهای ای جامعه است، میتونه که مطابق به سایر شاگردا یا اطفالی که علم بیاموزه بر از زمینه مساعد شد، آگاهی میتیم که طفل خدا بیارن ما در خدمتشون قرار داریم. سپاس از شما. خب دوستان عزیز، باز هم وقت میگذاریم برای دانش آموزای ما، میتونین سوالاتتون مطرح بسازین. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام برای مهمانان محترم و بینندگان تلویزیون سبا، اسم من سمیه آورتک هستم، یکی از متعلمین صنف 11 نایید شهید، و حال میخواهم از آقای نجابی یک سوال داشته باشم که سوال ما این طور است: آیا مکاتبی که برایشان تعمیرهای جدید اعمال گردیده است در آن سهولت های امن و نقل برای معلولین در نظر گرفته شده است یا خیر؟ و اگر در نظر گرفته شده است چطور؟ یقینا ما پیشتر سوال که مطرح شد، سهولت های داخل مکتب برایشان مساعد است، ما جایی را برای ازیا مساعد می سازیم که اوجه
تقریبا طفل ما آسیب پذیر نشه، تقریبا از طرف مؤسساتی که واقعا با ما همکار هستند بایسیکل ها برای زیاد داده شده، زمینه امن و نقل مساعد برای زیاد داده شده و تقریبا هم دونرهای خارجی و هم وزارت معارف در سهولت هایی که برای شاگردای ما و همی طبقه که واقعا دارای معلولیت است مساعد میشه، ما همچه پروگرام هایی که برای دیگر شاگردای خود دادیم نظر به شرایط فیزیکی و معلولیت از زمینه را مساعد ساختیم که اونا فضای تعلیمیشان مختل نشه، بله منطقه به شکل اساسی که ترانسپورتشان باشه نه، گویا با علمو محیط زیستشان در هر مکتبی که مراجعه بکنن ما آماده هستیم برای جذب از و فضای مناسب برای از مساعد ساختیم و میسازیم. سپاس از شما. خانم سلطانی، در اخیر میخواییم نظر مشخص شما را در رابطه به ازدواج های اجباری بشنویم که چی نظر داریم برای خانواده های عزیز ما؟ مست که پیشتر گفتیم که ازدواج اجباری خلاف قوانین اسلامی است، خلاف قوانین انسانی است و خلاف قوانین حقوق بشر است و این ازدواج ها مست که برادر عزیز ما گفتن واقعا با فاکتورهای بسیار مشخص خود اجتماع را خراب می سازد. ما بازم از طریق از رسانه ها خواهش میکنم که امی تبلیغات خود، امی پروگرام های خود برای آگاهی از خان مردم اضافه تر بسازد تا یا بتانه که مانع این قسم ازدواج ها شود. سپاس از شما مهمانان عزیز که به برنامه ما تشریف آوردین و خواهران عزیز ما که سوالات تانه مطرح ساختین، امید دارم که جوابای قناعت بخشتان گرفته باشین. دوستان عزیز، این بود برنامه ما که تقدیم حضورتان شد. حضرت حق یار یاورتان. این برنامه از جانب دیدبان حقوق اساسی افغانستان به همکاری مالی آکسفام نوب برای شما تقدیم گردید.